در دستگاه عصبی انسان یاخته عصبی جای خالی می تواند جای خالی داشته باشد خب یاخته عصبی گزینه یک رابط همانند یاخته عصبی حرکتی می تواند چندین دندریت متصل به جسم یاخته ای داشته باشد بله یاخته عصبی حرکتی و رابط شکلشون تقریبا این شکلی هستش هر دوشون که داره تعدادی دندریت متصل به جسم سلی هستن اینا دندریت هستن و در انتها یک آکسونی هم دارند که این آکسونشون هم تعدادی چی داره پایانه آکسون میتونیم ببینیم که داره هر دو دا همین شکلی هستن جوابمون همین خواهد بود اما گزینه‌های دیگه رابط برخلاف حسی آکسونی با انشعابات فراوان در انتهای خود دارد هم آکسون رابط هم آکسون حسی هم آکسون حرکتی این انشعابات پایانی رو دارن این انشعابات پایانی پایانه آکسون همشون دارن نه سه حرکتی همانند رابط همواره رشای میلین دار در اطراف جسم سلولی اصلا در اطراف جسم سلولی میلین خبری نیست چهار حسی برخلاف حرکتی در انتقال پیام عصبی به یک یاخته غیر عصبی نقش دارد خیر اینجوری نیست Uh, بهتر بود میگفتش که حرکتی برخلاف حسی میتونه به یک یاخته غیر عصبی ولی حسی همیشه به یاخته های عصبی پیام رو منتقل میکنه این هم صحیح نیست و جوابمون فقط گزینه یک خواهد